نارامی‌ها در کشور اوکراین به هنرمندان ایده به تصویر کشیدن داستان‌های مناقشه را بر روی بوم‌های نقاشی داد. برخی از این هنرمندان آتلیه‌های موقت در میدان استقلال کیف مرکز رویدادها برپا کردند تا لحظات تاریخ جنبش را ثبت کنند. مارینا سوچنکو یکی از این هنرمندان است. این کاری است که هنرمند باید انجام دهد. باید آنچه را که بر ما تأثیر می‌گذارد نقاشی و آن را منتقل کنیم. در اوج اعتراض‌ها، گروه هنرمندان میدان تشکیل شد. تانیا چپراسووا هنرمند و استاد در دانشگاه هنر است. او نیز بیشتر وقت خود را به اعتراض و نقاشی گذراند. می خواهم نشان دهم که فقط جنگ نبود. زیبایی در اشیای به جا مانده از انقلاب منعکس شده است. در موزه ملی هنر اوکراین، نمایشگاه انقلاب کلاژهای اریک بووه عکاس فرانسوی را به نمایش گذاشته است. این عکاس کابوس، ضرب و شتم و همچنین زندگی روزمره هنگام یک انقلاب را ثبت کرد. هنر مدرن در عرصه سیاسی کار می کند. بنابراین ما نمی توانیم از آنچه اتفاق افتاد مجزا باشیم. تاریخ رویدادهای میدان استقلال را قضاوت خواهد کرد. ولی وقتی زخم‌ها التیام پیدا کند، نام کشته شدگان فراموش شود و انقلاب در کلاس‌های درس مورد بحث واقع شود، هنر به جا مانده از آن زمان همچنان حضور خواهد داشت.